مقام های محلی و باشندگان هلمند پیش از چاشت روز شنبه اینجا در ورزشگاه لشکرگاه گرد آمده بودند تا روز دهقان را جشن بگیرند. اما انفجار دو ماین جاسازی شده در این ورزشگاه این جشن را برهم زد. بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر دغه لاندې ونیوه، حمله لاندې ونیوه چې د دوو ځای په ځای کړ شویو ماینونو په ذریعه انفجار ورکړه. در این رویداد سه غیر نظامی جان باختند و بیشتر از 30 تن دیگر زخم برداشتند. هلته والی صاحب خپل تشریف درلودی چې یو پټاو وسو په هغه کې زموږ ډیری خلق زخمیان سوله. محمد خان نصرت رئیس اقتصاد هلمند یکی از جانباختگان این رویداد است. محمد خان نصرت که کارشناسی ارشدش را در بخش اقتصاد از هند به دست آورده بود، قرار بود به حیث مستوفی هلمند معرفی شود. محمد خان نصرت په هلمند کې لځوان او تعلیم یافته او شار او ځرک ځوانانو څخه او په خپل کاری ماحول او په خوانی حالت کې د ډیرو خلکو سره ځوانانو سره مشورې او مرسته کړې ده او د هلمند ځوانان د نشتون لوی ځای بولي. در این رویداد ظاهرگل مقبل فرمانده لوای چهارم مرزی، آصف خان معاون ریاست امنیت ملی، مجاهد الله صفاری معاون والی، عباد الله علیزی معاون شورای ولایتی، حمید الله ویار رئیس اطلاعات و فرهنگ، زلمه الکو رئیس زراعت، رفیع الله قلم معاون ریاست زراعت و غلام غوث داوری عامر جوانان ولایت هلمند زخم برداشتند. استودیوم کې عمر نمایشم درلول چې عمر نمایش لپاره غلیو نو یو پټا وسو والی صاحب دې مال تاغه دکانو سره و نور مشرانه و دوم پټا سره چې دوم پټا وسو نو بیا موږ د استودیوم راوتلو دا سزای پټا ونه چې هغه مسلمان او مؤمن راځي دا د بسګر ورځ منځ او دې راس پټا ونه کوي. طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. این رویداد با نکوهش مقام های حکومت به ویژه رئیس جمهور و رئیس اجرایی روبرو شده است.